سلام دوشنبه دهه اسفنده هشت ده اسفند 88 اول مارس 2010 میلادی امروز در مورد هفت موضوع صحبت میکنیم موضوع اول صحبت های آقای خامنه ای و در واقع باید گفت سیاست دونکیشوتیزم ایشونه برای اینکه در صحبت با سفرا مطرح کرده که دیپلماسی ما در سطح دنیا باید ضد نظام سلطه باشه با فلسطینی ایشون در یک دو روز گذشته که صحبت کرده گفته ما از آمریکا قوی تریم و در صحبت با خبرگان هم خاطرتون هست که مطرح کرده بود که عطی الله و عطی الرسول در واقع خود ایشون مستاقشه و هرکس با حرف ایشون مخالف باشه این اصل اصل این نظام بنابراین از نظام میفته بیرون من فکر میکنم وقتی اینها رو کنار هم میگذاری غیر از اینکه حالا حاکی از تمام مریضی های یک دیکتاتور یعنی خود بزرگ بینی بدبینی به همه دنیا و تئوری های عجیب و غریب ای و فراموش کردن منافع ملی کشور اما یک نکته رو واقعا نشون میده و اون این است که بزرگترین مشکل دیکتاتوری ها این است که وقتی رهبری مریض میشه مریضیه دماغی پیدا میکنه هیچ راهی شما نداری برای اینکه قانونا بتونه ازش بکنه جز اینکه با مبارزه و خسارت زیاد به کشور و مملکت ناچاری که از حکومت به کشیش پایین این اون بحثی است که در واقع در دفاع از دموکراسی ها و مسئولین سیاسی انتخابی در دوره های محدود و نهادهای نیرومندی که بتواند قدرت رو کنترل بکنه باید مطرح کرد شاید بهترین مثالش همین الان آقای خامنه ای باشه که در واقع با مریضی عجیب و غریب ذهنی در واقع سرنوشت یک کشور و منافع یک ملی کشور رو منافع ملی یک ملت و کشور رو به فنا داره میده نکته دوم اینکه این, که این دونکیشوتیزم آقای خامنه ای در واقع بش میشه گفت به تمام ارکان حکومت ایشون هم سرایت کرده آقای سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه مطرح کرده که ما اگر اراده کنیم اروپا در سرما به سر خواهد برد و مطرح کرده که ما 50 درصد منابع نفت و گاز رو داریم بنابراین میتوانیم دنیا رو در سرما نگه داریم و ظاهرا ایشون ساده ترین چیزها رو نمیدونه که منابع لایزار گاز ایران سال هاست که به دلیل بیلیاغتی حکومت ها استخراج نشده و حتی وقتی هوا سرد میشه داخل مملکت خودمون رو نمیتونه گاز رسانی کنه دولت چه برسه به اینکه بخواد صادر کنه به جای دیگه که بعد بخواهد مثلا اون رو تحریم کنه همینطور هم سال هاست که مشکل نفت و استخراج نفت و تزریق گاز در چاه های نفت و افزایش فشار رو در چاه ها داریم که به دلیل افت فشار در چاه های نفت حتی نفت رو هم نمیتونیم خوب استخراج کنیم و مقدار زیادی نفت در کشور در چاه ها هدر میره. در همین راستا شما اظهارات دادستان تهران رو هم میتونید ببینید که گفته دیگه اعتراضات خیابانی تمام شده بدون اینکه در نظر بگیری که مقدورات حکومت چقدره و در واقع با یک تظاهرات به قول مهندس موسوی مهندسی شده تصور میکنن که یک ملت معترض تموم شد ساکت شد و درست مثل دنکی شد که با آسیاب های بادی می جنگید و خودش رو بزرگ می دید این آقایون همگی میشه گفت که مریضی آقای خامنه ای رو گرفتن و اصولا این اون اتفاقی است که در دیکتاتوری ها میفته نکته سوم این که دفتر تحکیم وحدت دانشجویی تهران در بیانیه خیلی روشن و خوبی مطرح کرده که دانشجویان همچون خار در چشم استبداد هستند و خواب دیکتاتورها رو آشفته می کنند و جالبه که آقای بروجردی وکیل مجلس هم این در مقابل این حرف دانشجو فیلمی که از وحشیگری در خوابگاه دانشگاه تهران منتشر شده مطرح کرده که این فیلم ها غلابیه و منتاش نکته چهارم این که محکومیت پانزده سال حبس برای آقای کانتوری از دانشجویان طیف چپ دانشجویی و شش سال حبس هم برای امید منتظری از متهمین پرونده آشورا پیش بینی شده در دادگاه بدوی مطرح شده و جالب این دادگاه این دو عزیز مملکت این است که در واقع هر دو تمام اتهامات وارده را رد کردن و حتی آقای امید منتظری وکیلش در جلسات دادگاه نتونسته شرکت کنه و حتی نتونسته پرونده رو ببینه و در همین حال البته آقای شمس از روزنامه نگاران و آقای تاجیک از مشاورین آقای خاتمی و روزنامه نگاران به غید وسیقه های سنگین موقتا آزاد شدند. همینطور روز گذشته در جلوی دادستانی انقلاب در تهران در چهارای معلم هم جمعی از خانواده ها تجمع داشتند که کار به درگیری هم در اونجا رسیده نکته پنجم اینکه آقای رسایی وکیل مجلس شورای اسلامی و از بدافعین پرپاگورس آقای احمدی نژاد بالاخره لو داد که اون نامه ای که دو ماه سه ماه پیش مطرح شد صد تا وکیل علیه آقای موسوی شکایت کردن امضا کردن همون موقع مطرح شد که این آدم ها وجود ندارن بالاخره خود ایشون اعتراف کرده که چهار نفر بیشتر نبودند و به اون دروغ میگفتن که 100 150 تا وکیل در واقع امضا کردن نکته شیشم این که داروخانه ها و مترو اختار کردند که اگر به خواسته هاشون رسیدگی نشه در سرویس دهیشون مشکل ایجاد خواهد شد در همین راستا آقای نجفی عضو شورای شهر تهران هم مطرح کرده اگر مشکلات مترو حل نشه به توقف مترو خواهد انجامید و ترافیک در تهران به بدترین شکل ممکن در خواهد همینجا باید گفت که همیشه وقتی ما به انتهای سال میرسیم مشکلات دولت ها افزایش پیدا میکنه به خصوص دولت احمدی نژاد که نه فقط سوء مدیریت و سوء سیاستش ده ها مشکل در کشور خلق کرده بلکه به دلیل دولت کودتایی بودن و عدم همکاری مردم و مقاومت مردم طی 8 9 ماه گذشته بیش از پیش چرخ کشور خوابیده و در واقع در ماه اسفند ماه آخرین ماه سال در تمام ارکان کشور دچار مشکل هستند به خصوص کسر بودجه و زدن بودجه های عمرانی که تمام شرکت های پیمانکاری رو با مشکل مواجه کرده و کشمکش های دیگه که حالا مسائل داروخانه ها و متروی تهران هم بر اونها مزید شده اما نکته آخری بحث ما راجبه چهارشنبه سوریه البته قبل از چهارشنبه سوری ما روز جهانی زن یعنی هشتم مارس هیفده اسفند ماه رو هم داریم که همه بچه های دستن در کار پیشنهاد میکنن این روز رو تمام سبز ها باید به پشتیبانی از جنبش زنان کمپین یک میلیون امضای زنان فعالین زنی که در زندان هستند و به حبس های گاهی طولانی محکوم شدند خانواده های مادران و خواهران و همسران زندانیان و شهدامون باید رسیدگی بکنیم بپردازیم و در واقع حمایت خودمون رو از تمام این عزیزان اعلام بکنیم با سر زدن با اونها با نوشتن در باردشون با شعار دادن به نفعشون و به این ترتیب روز زن رو که افتخار واقعا به زنان ماست که ستون فقرات جنبش آزادی خواهی ملت ایران هستند هرچه بیشتر بزرگ بداریم اما بعد از اون میرسیم به شب چهارشنبه آخر سال چهارشنبه سوری که یک سنت چند هزار سال است از مجموع بحث هایی که تا الان شده به نظر میرسه که این سنت دیرینه ما که در واقع جشن بوده برای پدران ما شادی بوده برای پدران ما و از مراسم استقبال نوروز و آخر سال بوده به قول مهندس موسوی در واقع جشنواره نوره که در مقابل اهریمنان باید برگزار کرد به نظر میرسه سه تا کار در این شب بیشتر از همه مورد توافق بچه است که دست در کار هستن یکی برگزاریه خود مراسم شامل به اصطلاح روشن کردن آتیش از روی اون پریدن و دیکتاتوری رو به دست آتش سپردن یکی که به طور پراکنده در همه نقاط شهرها میتونه انجام بشه نکته دوم در واقع از بعد از مراسم فرض کنید ده شب که زمانی باشه که بچه ها هر کس میتونه به سراغ محله های دیگه رفتن و ارتباط گرفتن با دیگران با سر و صدا و قاشق زنی و صدای اعتراض و بوغ زدن یکی هم قبل از مراسمه که پیشنهادی که مطرح شده این است که شیش بعد از ظهر از همه بخوایم قبل از شروع مراسم همه همه جا ترافیک رو بند بیارن و بوغ بزنن راجع به این موضوع باز هم صحبت خواهیم کرد تا فردا شاد پیروز موفق و طرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران